سلام توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ روش فریکونسی سپریشن یا جداسازی فریکانسی اسم مختلفی داره روتوش پوست پرتغالی روتوش با حفظ بافت پوست و چیزهای مختلف میدونم حتما این روش رو به احتمال خیلی زیاد تو یوتیوب دیدین تو یوتیوب پره تو اینستاگرام هم پره اگه تا حالا کلاسی برای ریتاچ پوست هم رفته باشین یکی از مهمترین چیزهایی که بتون یاد میدن همین روش فریکونسی سپریشنه منطور به احتمال زیاد اون چیزی که تا حالا یاد گرفتین یه بخش خیلی کوچیکی از این روش هست به خاطر اینکه این روش این مطلب انقدر گسترده است که خودش میتونه یه کورس باشه یعنی یه دوری فوتوشاپ فقط در مورد فریکونسی سپریشن روش های ساختش خیلی زیاده با تکنیک های مختلفی میشه این فریکون سپریشن درست کرد و کاربردهاش هم خیلی زیادن یعنی فقط مربوط به پوست نمیشه تو عکاسی محصول پروداکت و هر ژانر دیگه میشه استفاده کرد اون چیزی که من فعلا تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم مقدمه ای بر فریکونسی سپریشنه حالا در آینده در مورد روش های مختلف ساختش بازم بی ویدیوهای دیگه درست میکنم و اینکه چه تکنیک و چه ابزارهایی میتونیم توش استفاده کنیم برای شرایط مختلف خب بریم سراغ فریکونسی سپریشن این عکسی که من براتون انتخاب کردم همونطور که میبینید هیچ ادیتی نداره وضعیت پوستش مشخصه این عکس رو توی کانال تلگرام هم آپلود میکنم اگه خواستین تمرین بکنید میتونید از این عکس استفاده کنید لینک کانال تلگرام هم در قسمت دیسکریپشن مینویسم که از اونجا راحت میتونید وارد کانال بشین و اینو دانلود بکنید خب یه چیزی بگم در رابطه با فرکانسی برای کسایی که تا حالا این اصلا این روش رو نمیشناسن نشیدن ما قراره با این روش پوست رو به دو قسمت به دو تا لایه تقسیم بکنیم یه لایه میشه فقط لایه یا لایه که فقط جزئیات پوست اونجا وجود داره و یه لایه میشه لایه رنگ کاری که ما انجام بدیم با تفکیک کردن این دوتا اینه که وقتی میخوایم اشکالات مربوط به رنگ پوست رو اصلاح بکنیم دیگه تکسچر یا بافت پوست تغییر نمیکنه و زمانی هم که میخوایم بافت پوست رو تغییر بدیم دیگه کاری به رنگ نداره این بزرگترین مزیت استفاده از این روش هستش خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که از لایه اصلیمون دوبار کپی بگیریم با زدن دکمه کنترل جی من دو تا کپی ازش میگیرم همیشه سعی کنین اگر یه لایه توی فتوشاپ میسازین اسمش رو به درستی انتخاب کنین برای اینکه هم کارتون ارگنایز میشه مرتب ترتمیز همین که به خودتون هم حس خوبی میده خب لایه بالایی قرار لایه های فرکانسی یا فرکانس بالا باشه اسمشو هر چی دلتون میخواد میتونی انتخاب کنین میتونین اصلا فارسی بنویسین من برای راحتی کار میذارم های لایه پایین قرار لایه فرکانس پایین یا لو فرکانسی باشه من میذارم اسمش میذارم لو خب حالا لایه های رو موقتا خاموش میکنم حتما توجه کنید لایه لو رو انتخاب بکنید روی جایی از عکس زوم بکنید که اونجا تکسچر پوست یا اون قسمت بافت پوست بهتر از بقیه جا مشخص باشه یعنی اون یه تیکه رو هدفتون باشه اون یه تیکه حتما حفظ بشه چرا اینو میگم بعضی از پورترها ها ممکنه با آپرچر خیلی باز گرفته شده باشه مثلا یک و چهار و تمام قسمت های پوست توی عمق میدان نباشه یعنی بافت بوس به خوبی مشخص نباشه معمولا توی اون پوست را خیلی از فریکنسی سپریشن استفاده نمیکنن نه که نشه استفاده کرد کمتر استفاده میکنن بیشترین کاربردش واسه زمانی که اون بافت یا تکسچر تو همه قسمت های پوست خیلی خوب مشخصه ولی با این حال تو همین عکس هم اگه دقت بکنید این قسمت ها اینجایی که من زوم کردم بافتش بهتر مشخصه تا مثلا این قسمت ها خب میرم به منوی فیلتر و بعد میام قسمت بلر و بعد میام گارژین بلر رو انتخاب میکنم اینجا کاری که انجام میدم یعنی کاری که باید انجام بدیم اینه که مقدار ردیس رو تا جای افزایش بدم یا عکس رو تا جای تار بکنم که هیچ جزئیاتی از پوست یا هیچ بافتی از پوست مشخص نباشه یه نکته اینجا هست اگر مقدار ردیس رو بیش از حد نیاز زیاد بکن یا زیاد انتخاب بکنید یا کمتر از حد نیاز انتخاب بکنین اتفاق بدی میفته تمام اطلاعاتتون به درستی روی لایه لو فرکانسی و های فرکانسی تقسیم نمیشه ما میخوایم تمام بافت پوست بره روی یک لایه مجزا و تمام رنگ ها بمونه روی یک لایه مجزا بنابراین اینجا اگر اشتباه بکنید با اینکه در نهایت خیلی اختلافی تو این شکل فرکانسی که درست کردین به وجود نمیاد متوجه نمیشه اما زمانی که میخواین ادیت بکنید اون قسمت های پوست رو میبینید که به مشکل میخورید خب حالا از کجا بفهمم مقدار درست ردیس چنده مقدار رادیوس رو بر اساس رزولوشن هر عکسی مشخص میکنم مثلا یک عکس ممکنه 20 مگاپیکسل باشه یکی 45 مگاپیکسل اینجا مقدار درست یا اشتباه وجود نداره شما میتونید مقدار رادیوس رو تا آخر سمت چپ بکشین یواش یواش شروع کنید رادیوس رو زیاد کردن تا یه جایی میبینید که اون فاین دیتیل یا اون جزئیات خیلی ریز بافت پوست دیگه مشخص نمیشه اگر مثلا من الان بیام مقدار 12 پیکسل انتخاب بکنم هیچ بافتی از پوست مشخص نمیشه خب اما این مقدار برای این عکس زیاده با این کارم یه بخشی دار... اگه این کار انجام بدم یه بخشی از اطلاعات رنگی که قرار تو لایه لو بمونه رو دارم منتقل میکنم به لایه های فریکونسی خب میام پایینتر مثلا مثلا 56 تا خب حالا خیلی هم دیگه نیاز نیستش که خیلی دقیق بخواین انتخاب بکنید یعنی اونجوری هم نیستش که حالا یه ذره یه پیکس یه, یه واحد دو واحد بالا پایین باشه کلا روش به در نمیخوره ولی خب برای اینکه دقت کارتون بره بالاتر بهتره که اینجا رو درست انتخاب بکنید خب حالا این قسمت رو انجام دادیم مرحله بعدی باید بریم لایه های رو انتخاب بکنیم حتما این رو روشن بکنید این لایه رو برین به منوی ایمیج و بعد برین قسمت اپلای ایمیج خب اینجا وقتی اسم رو درست انتخاب بکنید کارتون راحت به سورس که کاری نداریم قسمت لایه رو بیاد انتخاب کنید از حالت مرج بذارین حالت لو لایه پایینش خب بعد بیاید تیک اینورت رو هم بزنید و بعد بیاین قسمت از قسمت بلندینگ مود بیاید اد رو انتخاب بکنید خب مقدار آفست باید صفر باشه اسکیل هم دو باشه میرسین به یه همچین عکس یه عکس خاکستری که فقط جزئیات وجود داره یه نکته اینجا وجود داره ما به طور کلی با دو تا عکس دو سری از عکس ها سرکار داریم یا عمق رنگشون 8 بیته یا عمق رنگشون 16 بیته خب قبلا هرچی روی عکس کار میکردن 8 بیت بود مثلا 10 سال پیش 10 سال پیش هنوزم خیلی از ریتاشا رو ترجیح میدن روی عکس 8 بیت کار بکنن ولی من همونطور که میبینید اینجا میبینید این گوشه نوشته 16 نشون عکس 16 بیته. من همیشه سعی میکنم عکس ها رو با عمق رنگ 16 بیتی ادیت بکنم اگر که عکس من عمق رنگ 16 بیتی داشته باشه این تنظیمات رو باید انجام بدم میتونید اینجا اینا رو یادداشت بکنید حتماً بلندینگ مود باید روی اد باشه حتما آفست باید صفر باشه سکل دو باشه و این تیک رو زده باشین اما فرض کنید که عکستون هش بیت باشه تنها کاری که اینجا باید انجام بدین اون مرحله لو که هرچی انجام داریم همونه فقط این پنجره وقتی به این پنجره میرسید بلندینگ مود رو باید بذارین روی حالت سابترکت سکل رو باید بذارینش دو اگه اشتباه نکنم این تیک رو هم بر میداریم و آفست رو باید بزنیم 128 درست چون من خیلی وقت از اون 8 بیتش استفاده نکردم شک داشتم که اسکیل باید دو باشه در هر صورت ببینید باز به همین عکس خاکستری میرسیم که نشون میده که این لایه تکشیرمونه خب حالا من دوباره برگردم سر همون قبلی اوکی خب تو این مرحله باید بلندینگ مود لایه های رو از حالت نرمال بذاریم روی لینیر لایت این میزنم تا دی سلیک بشه ببینیم باز انگار برگشتیم به مرحله اول مرحله ای که هنوز هیچ کاری برای این عکس انجام نداده بودیم من این دوتا لایی که ساختم رو کنترل رو نگه میدارم دوتا لایه رو انتخاب میکنم کنترل جی رو میزنم بزنم توی گروه اسمش عوض میکنم F-S مخفف فرکونس سپریشن انگار هیچی رو این پوست انجام ندادیم من اگر این لایر رو خاموش روشن بکنم هیچ تغییری به وجود نمیاد اما کاری که انجام دادیم اینه که من اگر لایه های رو خاموش بکنم فقط تو این عکس الان رنگ دارم هیچ بافتی وجود نداره و اگر لایه های رو نوشن نگه دارم فقط تکسچر دارم هیچ رنگی وجود نداره البته نگاه کنید اگه خوب دقت بکنی یه تهرنگی از قرمز اینجا وجود داره و جاهای دیگه هم همینطور من هم مقدار ریدیس رو برای بلر یه مقدار بیشتر انتخاب کردم برای اینکه اینجا بفهمید که یک بخشی از اطلاعاتی که تو لایه لو بوده رو منتقل کردم به اشتباه روی لایه های خب حالا اگر بخوام دقیق تر باشم میتونم برگردم از اول شروع کنم و مقدار گاشن بلر رو یه ذره مثلا یه پیکسل کمتر انتخاب کنم به جای 5.6 تا مثلا چهار انتخاب کنم ولی حالا خیلی هم مسئله مهمی نیست خب حالا که اینو ساختیم چطوری میتونیم پوست رو ادیت بکنیم اینجا دست خودتونه که دوست اول روی بافت پوست کار بکنین یا روی رنگ پوست کار بکنین من بیام یه مثال بزنم بیم زیر چش مثلا این مشکلی که اینجا وجود داره من اگر فرکانسی برش نداشته باشم مثلا ابزار پچول رو یه لایه کپی اصلی رو دوپلیکیت کردم این انتخاب میکنم میارمش پایین چه اتفاقی میفته میبینید اینجا رنگ تا حد زیادی اصلاح شده ولی بافتش از بین رفته به درد نمیخوره اگه دوباره بخوام این کار رو ادامه بدم این کار رو تکرار بکنم هیچ وقت پوستم مثل حالتی نیستش که از فریکون سپریشن استفاده کردم حالا بریم توی فریکون سپریشن چون این قسمت مشکل مربوط به رنگ پوسته من میام لایه لو رو انتخاب میکنم با همون ابزار پشتولی که انتخاب کرده بودم این یه تیکر سلک میکنم حالا درگ میکنم میارم پایین انگار نه انگار که من این کار رو اینجا انجام دادم حالا میتونم از همین ابزار پچ تول استفاده کنم برای جاهایی که اشکال رنگی وجود داره مثلا این یه تیکه تیرگی اینجا رو میتونم از پچ تول استفاده کنم بکشم بالا و اصلاح کنم این کار رو برای قسمت های مختلف پوست میتونم انجام بدم حالا فقط میتونم از پشتور روی این لایه استفاده کنم نه خیلی از ابزارهای دیگه که اینجا میبینید میتونن اینجا استفاده بشن من تا هر رو به نوبت در ویدیو آینده ایشالا در موردشون صحبت میکنم من نمیخوام با پچ تول بیام دونه دونه حالا اینا رو لک های رنگی رو اصلاح بکنم یکی از کار مهمی که باید روی ریتاچ پوست انجام داد اینه که اون قسمت هایی که ترانزیشن وجود داره مثل این قسمت ببینی اینجا روشنه و این قسمت تیره است این مرز رو باید خیلی نرم کرد معمولا اگر میکاپ آرتیستا کارشون رو خوب انجام بدن و عکاس هم نورپردازی خوبی داشته باشه و مدل هم مدل درستی انتخاب شده باشه این ترانزیشن به خودی خودش نرم هست اما اگر هر کدوم از این چیزایی که گفتم ایراد داشته باشه یا به درستی انتخاب نشده باشه اینجا به مشکل میخوریم ممکنه مثلا میکاپ خوب پخش نشده باشه خوب بلند نشده باشه یا چیزای دیگه خب من برای اینکه این ترانزیشن رو نرم بکنم میتونم دوباره بیام از گاشن بلر استفاده کنم این فیلتر گاشن بلر یه جوری که همه چیز رنگ ها رو میاد با همدیگه مخلوط میکنه بلند میکنه خیلی ابزار خوبی خب برای اینکه از اون فیلتر استفاده بکنم میام ابزار لساتور رو برمیدارم خب یه نکته من باید اینجا بهتون بگم هر وقت که من میخوام یه سلکشن ایجاد بکنم یعنی قراره که داخل این سلکشن یا خارجش یه کاری انجام بدم یا رنگ رو میخوام تغییر بدم یا روشنه یا هر چیزی باید بر اساس رزولوشن اون عکس مقدار مناسبی فدر براش انتخاب بکنم برای اینکه شما زمانی ریتاچر خوب میشی یه فتوشاپ کار خوب میشی که کارایی که توی فتوشاپ انجام دادی مشخص نباشه یه نفر نتونه بگه که ا ای اینجا رو اومده با براش این کار کرده اونجا رو اینجوری کرد باید همه چیز انقدر با هم خوب ترکیب شده باشن بلند شده باشن مرز مشخصی وجود نداشته باشه ببینید من وقتی از لس و طول استفاده میکنم این بالا یه کادی داریم به اسم فیدر یعنی اون لبه ای این سلکشن من رو مشخص میکنه که چقدر نرم باشه تو به طور پیشفست مقداری صفره اگر صفر باشه و ما اینو دست نزنیم برم به فیلتر بیام قسمت بلر و بعد بیام قسمت گاشین بلر من عمدن الان یه مقدار زیادی هم انتخاب میکنم ببینید چی پیش میاد اوکی رو میزنم کنترل دی برای دی می میبینید اینجا یه مرز مشخصی به وجود اومده خب من اگر بخوام این پوست رو صاف بکنم باید هی بیام تیکه تیکه سلک بکنم از گاشین بلر استفاده کنم همه قسمت ها رو با هم ترکیب بکنم ولی این مرزه به وجود میاد خیلی تابلو خیلی زشته کنترل زد رو میزنم برگردیم به زمانی که هنوز از گاشن استفاده نکرده بودیم باید بیام برای این سلکشن فدر مناسب انتخاب کنم خب من از کجا بدونم الان مثلا اگر پنج پیکسل بزنم حتما حواستون باشه وقتی یه سلکشن اکتیو دارین و اینجا فدر رو وارد بکنید فدر اینجا تاثیر نمیذاره حتما با یه دی سلکت بکنید دوباره سلکشن بسازید خب من الان پنج پیکسل فدر دادم دوباره برم به فیلتر بلر گاشن بلر اوکی رو بزنم دی بکنم تازه میفهمم که آیا این پنج پیکسلی که دارم مناسب بوده برای این عکس یا نه ممکنه خیلی کم بوده بوده باشه ممکنه هم خیلی زیاد باشه کنترل زد میزنم دوباره برمیگردم عقب حالا مثلا اینجا باید یه چیز دیگه بدم مثلا بذارم 20 پیکسل 15 پیکسل خب میخوام یه روش یه نکته بهتون بگم که کارتون رو اینجا خیلی راحت میکنه اینو برگردونیم به همون حالت صفر برای اینکه بتونید اینکه بتونید مقدار درست فدر رو برای عکستون انتخاب کنید بدون آزمون و خطا میتونید از این تکنیک استفاده کنید یه سلکشن فرضی درست بکنید بعد دکمه کیو رو بزنید این رنگ قرمز میاد وارد حالت کویک ماسک میشید کویک uh, سلکت اگه اشتباه نکنه بعد برید به منوی فیلتر بلر و گاشین بلر الان کاری فعلا به پوست نداره ما میخوایم مقدار مناسب فدر رو مشخص کنیم این مقداری که اینجا مشخص میکنید اینو انقدر زیاد کنید تا لبه های این سلکشنی که دارید به اندازه که میخواید نرم بشه این مقداری که اینجا مشخص میکنید دقیقا همون مقداری هستش که باید تو اون کادر فدر وارد کنید مثلا برای این عکس با این رزولوشنی که داره من فکر میکنم همون 20 پیکسل کافیه خب نیازی نیست اوکی رو بزنم کنسل رو میزنم دوباره کیو رو میزنم کنترل دی رو هم میزنم حالا میام مقدار فدر رو برای این عکس انتخاب میکنم 20 پیکسل حالا از اینجا به بعد هر کجای که بخوام روی پوستم سلکشن ایجاد بکنم دیگه نیاز نیست این مقدار فدر رو تغییر بدم خب بریم اینجا برگردیم اینجا من میام یه سلکشن اینجا ایجاد میکنم دیگه خودش این مقدار فدر رو داره میرم به منوی فیلتر میام قسمت بلر میام قسمت گاشین بلر اینجا مقدار ریدیس رو چقدر انتخاب بگرم اینجا جایی هستش که اکثر آدما اشتباه میکنن پوست رو خراب میکنن منم حالا میام پوست رو خراب میکنم بهتون میگم چرا میام مقدار ریدیس رو تا جای انتخاب میکنم که به نظرم اینجا پوست خیلی خوبه خب یه ذره بریم جلوتر ببینیم اگه لایه روشن خاموش کنم قشن مشخصه که اینجا پوست خیلی بهتر شد آدم احساس میکنه که ایچ خب خوب الان همین پوست رو با همین روش میرم جلو اوکی رو میزنم کنترل دی حالا میرم یه جای دیگه مثلا اینجا یه سلکشن باز اینجا ایجاد میکنم دوباره باید برم به منوی فیلتر دوباره برم قسمت بلر دوباره گاشن بلر و این کار انجام بدم این مقدارش نگاه کنم ببینم اینجا خوبه روی پوست یا نه حالا مثلا خوبه خب باز یه نکته دیگه من اگه بخوام روی پوست این مثلا 20 تا 30 با 20 تا 30 تا سلکشن درست بکنم هر سری که سلکشن درست میکنم باید برم به فیلتر برم به لیر برم کاشن بلر خب پیر میشم بار اینو اوکی باید بزنم به جای اینکه این کار رو بکنم میتونم از یه راه کوتاهتر استفاده کنم مثلا اینجا سلکشن هم که درست کردم دیگه نیازی نیست برم توی فیلتر بلر گاشن بلر این بالا آخرین فیلتری که استفاده کرده باشید با همون تنظیمات آخر اینجا وجود داره میتونید روی این کلیک بکنید همون اتفاق میفته دیگه دو سه محله کارتون راحتتر میشه یا اینکه کنترل زد میزنم یه کار بهتر میتونید انجام بدین به جای اینکه کلیک بکنید و بعد بیاید دوباره روی گاشن بلر که آخرین فیلتر کلیک بکنید از شورکاتش استفاده کنید Alt Control F حالا من چون خودم فوتوشاپ رو تازه اینستال کردم به طور پیش شرکات هم آخرین فیلتری که استفاده کرده باشید alt و کنترل f هست. شما میتونید اینو تو قسمت به این تغییر بدید بذاریش فقط کنترل f به طور پیش فرض کنترل f رو که بزنین سرچ باز میشه که این چیزی هستش که به درمون نمیخوره ما میتونیم شرکت عوض بکنیم حالا ما فرض می‌کنیم هم شما عوض نکنید کنترل alt f اینجا صاف شد دوباره یه سلکشن دیگه کنترل alt f خب اینجا را همین کار رو میکنیم بریم سراغ پیشونی داریم یواش یواش مثلا داریم پوست خوب میکنیم کاری که همه انجام میدن ولی بعدش در نهایت یه اتفاق بد میفته به ظاهری قسم تیکی, تیکی که نگاه میکنیم میبینی پوست خوب شده ها ولی آخر سر خب یه نکته اینجا تا یادم نرفته بهتون بگم این مقدار فدری که انتخاب کردیم 20 پیکسل خب برای تقریبا همه جای این پوست میشه ازش استفاده کرد خب اما اگر به یه جای برسید که بخواید سلکشن خیلی کوچولویی درست بکنید مثلا فرض کنید که دور این من اگه سلکشن خیلی کوچولو درست کنم یه پیغام میاد بهتون میگه که این فدر رو انقدر یعنی اپ معنی این پیغام نیستا من در مفهومش رو بهتون میگم که این فدر رو انقدر بزرگ انتخاب کردین که این سلکشن به این کوچیکی نمیتونه همچین فدری داشته باشه اگر به همچین پیغام برخورد کردین ولی میخواستید حتما یه سلکشن دور این ایجاد بکنید کافیه که مقدار فدرتون رو کم بکنید حالا مثلا فرض کنیم من میذارمش 10 پیکسل بازم زیاده برین کوچولو میذاریمش مثلا 3 پیکسل ولی اینجا دیگه میتونی این کار رو انجام بدی ولی خب هر چند دیگه دیگه کردم برای همچین چیز کوچیکی کار درستی نیست من میزنم روی همون 20 پیکسل خب بریم ببینیم دیگه کجا رو با دستکاری کنیم بریم اینجا رو مثلا دستکاری کنیم کنترل آلت F من بیشتر ویدیوهایی که تا حالا دیدم یعنی از زمانی که با فریکونس سپریشن آشنا شدم همه همین کار رو میکردن ما هم از اونا یاد گرفته بودیم اوائل خب یه،, یه نکته دیگه باز رسیدم به اینجا زمانی که به لبه ها می رسید تعریف لبه توی فوتوشاپ چیه؟ جایی که یک دفعه لومیناسیتی تغییر میکنه یا رنگ تغییر می کنه مثل اینجا ببینی اینجا یه لبه است چون هم رنگ خیلی سریع عوض شده هم لومیناسیتی عوض شده یا این یه تیکه لبه تعریفش توی فتوشاپ اینجوریه هیچ وقت نیاد یه سلکشن ایجاد بکنی که نصفش تو این لبه باشه نصفش تو اون لبه چون اگر این کارو بکنید اینجا حاله به وجود میاد و عکسو خراب میکنید چون مقدار فدری که انتخاب کردید فدر زیادی هست حتی نمیتونید گوشه این لبه هم بیاد چون با این حال بازم اگر کنترل افو بزنی کنترل آلت اف اینجا یه حاله به وجود میاد یه مقدار نشت پیدا میکنه میاد بیرون کار درستی نیست بنابراین برای حل این مشکل روش های مختلف برای فریکون سپریشن هست خب ما بیایم اینم انجام بدیم اوکی حالا دیگه بیشتر از این وقت رو نمیگیرم پوست اومدم مثلا ریتاج کردم ولی یه اتفاق وحشتناک افتاده پوستم پلاستیکی شده چرا؟ انگار که ماسمالیش کردن مثلا من اینجا یه دونه فولدر رو بردم از قبل میبیرم بالا این کاری که من الان انجام دادم دقیقا دقیقا, که آره دیگه شده مثل پوست این چرا؟ ببینید پوست پوست انسان یه ماهیتی داره که اون ماهیتش رو باید حفظ کرد این قسمتی هستش که اکثرا اشتباه میکنن ابزار براش رو برنیم. یه رنگم یه رنگ مناسب انتخاب کنیم ببینید وقتی نور از یه سمتی به پوست میتابه حالا فرض کنیم پوست عروسک اصلا رو پلاستیک یه بخشی از این نور وارد این پلاستیک میشه اون تو پخش میشه خب زیر پوست روشن میشه و چون پلاستیک توی قالب بوده انقدر این سطح صورتش صافه و این ترانزیشن ها انقدر نرم هست که شما اینجا اصلا خط و مرزی نمیبینی فقط میبینی که اینجا روشنتره هر چقدر که میری به این سمت داره یواش یواش تیره میشه خب کاری که داریم با گاشم دلر انجام میدیم اینه که ما داریم این ترنزیشن ها رو نرم میکنیم ولی از یه حدی بیشتر اگر نرم بشه پوست ما شبیه پوست پلاستیک میشه شما اینجا سوراخ های بینی رو نگاه کن میبینید توش انگار روشنه به خاطر اینکه نور از توی این پلاستیک رد شده و بیش از حد این تونها به هم نزدیک شده اگر این تو تیره بود مثلا این تو رو فرض کنید اگر سیاه بود یننا کمتر کنم حالا ولا بمودم اگه میذاشتم روی مالتیپلای بهتر میشد باز یه ذره طبیعی تر میشد کاری که اکثر آدما دارن انجام میدن و پوست و پلاستیکی میکنن اینه که میان این ترانزیشن ها خیلی نرم میکنن اعتقادش اینه که خب چون من لایه فرکانس رو گذاشتم روی لایه مجزا دیگه میتونم هر بلایی که دلم خواست سر این لایه لو فرکانسی بیارم این کار اشتباه یک بخشی از جزئیات پوست اون چیزی که ماهیت پوسته تو همین لایه لو فرکانسیه اینو بیش از حد نباید دستکاری کرد یا به عبارت دیگه میشه گفتش که ریتاچ پوست رو نمیشه 100 درصد داخل فریکونسی سپریشن انجام داد یعنی شما فکر نکنید حالا که رسیدیم به این مرحله فریکونسی سپریشن دیگه باید انقدر این دو تا دستکاری بکنید تا به پوست ایدال برسید فریکونسی سپریشن بخشی از ریتاچ کل پوسته حالا ممکنه توی عکسی 50 درصد کار باشه ممکنه توی عکسی 10 درصد باشه ممکنه توی عکس دیگه 90 درصد باشه خب پس به این مسئله دقت بکنید من عمدن اومدم مقدار رو خیلی زیاد انتخاب کردم خب مقدار گاشنبلر برای این قسمت ها رو زیاد انتخاب کردم حالا فرض کنید که اوه نکته اینقدر دارن زیاد میشن نمیدونم کدومش رو تو این ویدیو بگم فرض کنید که حالا من پشیمون شدم خراب کردم پوست رو آیا من میتونم این لایه لو فریکونسی رو بندازم دوباره بسازم نه دیگه این کار نمیتونم انجام بدم چرا؟ برای اینکه من اگر اینو بندازم دیگه نمیتونم از لایه پایینی کپی بگیرم اینو بلر کنم چون لایه های فریکونسی رو بر اساس لایه پایینی ساختم خب پس چیکار میتونم بکنم وقتی فریکونسی سپریشن رو ساختین حالا کار نداشت باشین به این عکس فرض کنید که این لایه لو فریکونسی های فریکونسی ساختین حالا میخواین شروع کنید به ادیت عکس بیاید یه کپی از این لایه پایینی بگیرید کنترل J خب روی این لایه کپی کار بکنید همین کاری که من الان اینجا انجام دادم که اگر به این نتیجه رسیدید که من خیلی زیاده روی کردم روی این لایه این لایه رو به راحتی بتونید دیلیت بکنید و همچنان لایه اوریجینال رو داشته باشید حالا اگه دوباره بخواید از صفر شروع بکنید کافیه کنترل J از این لایه بزنید این کار خیلی راحت تر از اینه که شما بخواید کل این گروه فریکونسی که ساختین رو دیلیت بکنید و بعد بخواید از اول اینو بسازیم خب این هم یه نکته در رابطه با این حالا یکم بریم روی های کار بکنیم لایه های فرکانسی فرض کنید که من میخوام مثلا این دونه ها رو حذف کنم من اگر لایه لو رو خاموش کنم میبینید که این دونه ها رو این لایه هستن یه چیزی زمانی که میخوایم یه اشکالی روی پوست حذف بکنید یه نکته دیگه هست ممکنه ندونی این اشکال الان توی لایه های فرکانسی یا لو فرکانسی من اگر لایه بالایی خاموش کنم اون چیزی که اینجا میبینم یعنی همین چیزی هستش که میتونم اینجا اصلاحش بکنم و اگر مثلا این دونای ریز رو اینجا نمیبینم خب مطمئنم که دیگه اینا تو لایه بالاییه نیازی نیستش که وقتی روی لایه کار میکنی حتما لایه پایینی رو خاموش بکنید من برای حذف اینا مثلا میتونم برم از هیلینگ براش استفاده کنم خب هیلینگ براش یه گزینه ای داره تو قسمت آپشن بار نوشته سمپل سمپل یعنی از کدوم لایه نمونه بگیرم به طور پیش فرض وقتی فتوشاپ اینستال میکنید احتمالا روی لایه current layer ولی معمولا ما از این ابزار که استفاده میکنیم همیشه اینو میذاریم روی قسمت کارنتن بیلو یعنی شما وقتی این ابزار انتخاب میکنید بازم فکر میکنم به احتمال زیاد الان روی این لایه باشه اگر روی کارنتن بیلو باشه و روی این لایه کار بکنید یه اتفاق بد میافته رنگ ها اینجوری به هم میخوره چرا؟ برای اینکه میان از لایه پایینی که لایه رنگ هم هست از اون اطلاعات اون هم استفاده میکنه و این اطلاعاتو رو پیاده میکنه روی لایه های فریکونسی جایی که ما اصلا رنگ نداریم یعنی نباید داشته باشیم برای همین اتفاق میفته چیکار باید بکنم؟ این قسمت سمپل رو میزنم روی حالت کارن لیر حالا اینجا اگر یه نمونه بگیرم میتونم بیام شروع کنم و اینا رو حذف کنم. یه نکته کوچولو دیگه در رابطه فعلا با همین ابزار بگم من اگه بخوام دونه دونه اینا رو جای درستی سمپل بگیرم اینا رو حذف کنم که پیر میشم که چون هر جایی که شما کلیک میکنه اگر یه اشکال دیگه اونجا تو سورس باشه اون کپی میشه اینجا خب میتونم بیام این قسمت بالا سمت چپ حالت مود رو از نورمال بذارم روی حالت دارکن حالا اگه من این وسط اینجا یه چی کلیک بکنم سمپل هم خیلی سمپل درستی نباشه اما با این حال کاری که این انجام میده میگه فقط قسمت های روشنتر نسبت به اطراف رو تاریک بکن یا تیره بکن و از بین ببر خب این کارا رو هم میتونم انجام بدم یه بالاخره ایده رو گرفتین دیگه چه کاری میشه انجام داد خب خب من یه بار سریع این فریکونسی از اول بسازم اینا رو نمیخوایم یه مرور بکنیم روش ببینیم که چطوری میشه این پوست رو بهتر کرد خب من سری دو بار کنترل جی میزنم لایه بالا رو میذاریم های لایه پایینی رو میذاریم لو اینو خاموش میکنم لو رو میام انتخاب میکنم میرم به منو فیلتر قسمت بلر گاشین بلر و بعد اینجا مثلا مقدار 4 پیکسل رو براش انتخاب میکنم های رو روشن میکنم انتخاب میکنم میرم به منو ایمیج اپلای ایمیج چون اکسم 16 بیت هست میام لای لو رو انتخاب میکنم بلند مود حتما میزنم روی گزینه اد آفست صفر اسکیل دو تیک اینورت رو هم میزنم اوکی و بعد بلند مودش رو میزنم روی حالت لینر لینیر لایت و بعد هر دو رو انتخاب میکنم کنترل جی اف اس خب میام از لای لو یه کپی میگیرم یه چیز دیگه اگر روی لایه های بخوام کار بکنم و اشتباه بکنم چیه چطوری میتونم از لایه های کپی بگیرم اینجا یه اتفاق جالب میفته اگر من از این لایه یه کپی بگیرم کنترل جی رو بزنم وحشتناک میشه یارو <تصفح> چرا برای اینکه این لایه بلند مودش روی لینیر لایت خود این لایه داره یه جوری کنتراست اون لبه ها رو بیشتر میکنه دیتیل رو که یه کپی هم یه بک هم از این لایه های داشته باشم شما کنترل جی رو بزنید ولی بعد حتما باید بلند مود این لایه رو بزنید روی نرمال و بعد این لایه رو باید کلیپ بکنید به لایه پایینی اگه میخواین کلیپ بکنید Alt رو نگه دارید و بعد به این دو تا لایه کلیک بکنید حالا از هر کدوم از این فایل های لو هایتون یه دونه بکاپ دارید رو اون بکاپ بکار کار بکنید من الان میام مثلا این جوش رو میخوام وردارم ابزار هیلینگ براش رو برداشتم سمپلم حتما کارنت لایر باشه بعد یه جای نمونه درست انتخاب میکنم رو حالت های معمولی این, این, حالت بلند مودش رو بزنید روی نورمال خب اینجا ایده رو گرفتین فرض کنید که بریم مثلا این مو رو حذف کنیم این مو الان روی لایه های فرکانسی باید باشه به احتمال زیاد خب من میتونم یه نقطه یه جا کلیک بکنم برای اینکه خط صاف بکشم شیف رو نگه دارم یه کلیک دیگه بکنم این کارم میتونم انجام بدم برای اینکه بین دو تا نقطه رو یه خط صاف بکشم خب حالا برم سراغ این لایه لو بکاپ هم ابزار لسو رو انتخاب میکنم فدرمون هم که میدونستیم برای این اکس بیسته بیام یه مقداری اینجا رو نرم تر کنم میرم به فیلتر بلر گاشن بلر و بعد اینجا مثلا 4 پیکسل اوکی کنترل دی برای دی سلیک کردن اینجا همینطور کنترل آلت اف این ترانزیشن اینجا را یه ذره نرمتر میکنیم اینجا همینطور خب یه چیز دیگه اینجا به ذهنم رسید شما ممکنه یه بار مقدار گاشن بلر رو کم انتخاب کردین که پوستتون پلاستیکی نشه اما یه جایی ممکنه نیاز باشه که این مقدار بیشتر انتخاب کنین به جای که توی اون قسمت ها بخواین دوباره بیاین رادیوس رو تغییر بدین میتونین یه بار کنترل آلت اف رو بزنین اگر دیدید اینجا همچنان باید بلند باشه همین کار رو دوباره انجام بدین کنترل آلت اف یعنی اینگار دوبار از گاشین اون یه استفاده کرده این هم یه نکته دیگه است، یه شورکاته برای اینکه کارتون رو سریعتر بتونین انجام بدین اینجا یه ترانزیشن هست اینجا رو میتونم نرمتر کنم <applause> خب این زی رو میتونم با یه ابزار دیگه مثل همون پچ تول مثلا بکشم تا این تیرگی خیلی کمتر بشه از بین بره خب یه نکته دیگه هم در رابطه با قسمت پیشونی بگم یا هر جایی که منحنی دارین این هم خیلی مهمه معمولا میان اینجا دایره یا بیزی میکشن دایره که نه بیزی میکشن اونم بیزی افقی این کار نکنید حتما جایی که سطح منحنی وجود داره شما این بیزی ها رو باید عمودی بکشید برای اینکه در راستای افقی وقتی بکشین میزان لومیناسیتی یک قسمت قسمت مثلا سمت راست یا چپ با همدیگه به همدیگه خیلی نزدیکتر میشه در واقعیت ما همچین چیزی نداریم من اینجا این رو توضیح بدم ببینید بی ببینید اینجا یه مقدار روشنایی داره از بالا تا پایینش خیلی به هم نزدیکه اینجا هم همینطور اینجا هم همینطور خب اما میزان روشنایی از این سمت وقتی حرکت میکنه به این سمت دائما هر لحظه داره تغییر میکنه شما وقتی در راستای افقی میاد یه بیزی میکشید و از گاشن استفاده میکنید دارید این یه تیکه رو میزان روشنایی رو به هم نزدیک میکنید چه اتفاقی میفته اون حالت کروی بودن و منحنی بودن رو از بین میبرید تخت میشه طرف خیلی ها این کار رو میکنن و اصلا میدوننم که این کاری که دارن انجام میدن اشتباه یعنی دارن اون حالت منحنی بودن رو از بین میبرن اما امیدشون به چیه میگن ما حالا صورت و تمام پستی بلندی رو از بین میبریم و که صورت رو فلت میکنیم ولی بعد میایم با تکنیک داجنبرن و کانتورینگ و اینا میایم برای صورت بعد ایجاد میکنیم این بدترین کار ممکنه که یه ریتاچر بتونه انجام بده اوکی به اندازه کافی فکر کنم برای این فریکون سپریشن که ویدیو مقدماتی بود صحبت کردیم در آینده مطالب بیشتری در موردش میگیم اگه که از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید اگر تا همینجا چیزایی که گفتم سوالی براتون بیش اومد تو قسمت کامنت ها بپرسید امیدوارم که بتونم راهنماییتون کنم و اگه اولین بار ویدیوی از من میبینید لطفا روی سابسکرایب کلیک کنید روی اون زنگوله کنارش هم کلیک بکنید تا به محض اینکه ویدیوی ای رو آپلود کردم از طریق نوتیفیکیشن متوجه بشین و بیاین ویدیو رو نگاه کنید خیلی ممنونم که تا الان همراه من بودید و این ویدیو رو نگاه کردید شب و روز خیلی خوبی داشته باشید فعلا تا بعد